سلام و درود به شما، همگی خیلی خوش آمدید. امیدوارم که صدای من به خوبی شنیده بشه. امروز سومین قسمت بحثی که دوست ما عبدی جوادزاده استاد جامعه شناسی در آمریکا پیشنهاد کردن، میزگرد تئوری‌های انقلاب و موانع اجتماعی سیاسی اون در ایران، این قسمت دومیه که بحث عبدی عزیز میکنن در این زمینه. و در رابطه با عبدی عزیز که یکی از دوستانی هستن که اینجا صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای بر ما داشتن، میتونین بیشتر با اسمشون سرچ کنین و همینطور فایل‌های صوتی که ما در گفتمان در سایت داریم میتونین نگاه کنین راجع به ایشون. برنامه امروز رو عبدی عزیز آغاز خواهند کرد و بعد از اون پانتا بهرامی، ایشون از دوستان فیلمساز، کارگردان، نویسنده، و میتونین در مورد ایشون هم وقتی به سایت مراجعه کنین توضیحاتی داده شده ببینین. پویان عزیز، عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی، الی جان، فعال سیاسی کارگری، و پژمان رحیمی، پژوهشگر علوم اجتماعی هستند که صحبت خواهند کرد. در قسمت اول عبدی عزیز صحبت خواهند کرد. عبدی جان بفرمایید. ضمن تشکر از شما که این بحث ارزنده رو برای همه ما آوردین، میکروفون رو در اختیارتون میذارم تا بحثتون رو شروع کنین. متشکرم. الان ببینم چقدر انواع و اقسام صحبت ها کردم که متاسفانه یه چیزی که میخواستم بگم اینه که ما تو حالا دانشگاه اون استادایی که هستن باید اگه رفقا خودشون توی دانشگاه باشن اینو میدونن، باید متمرکز بشیم توی یه موضوع و مدام راجع به اون تحقیق کنیم، بنویسیم و غیره و غیره. بعد تو کلاسایی هم که درس میدیم توی همون موضوع است. من وقتی این صحبتی رو که مرور میکردم خیلی بدجور پخش و پلاس، یعنی اصلا روی یه موضوع تحقیق ندارم که خیلی بده. اینا در واقع یه چیزی میشه به جای اینکه مثلا یه دریاچه خیلی عمیق باشه یه اقیانوس به عمق مثلا 5 سانت که نمیدونم کدومش فایده بیشتره، ولی برای آکادمیسیان ها این ضرر داره که پخش و پلا باشن، بعد خیلی متمرکز باشن. در حال حالا دیگه نمیشه کارش کرد، آخر عمرمونه دیگه، هم نمیتونیم برگردیم به قبل دوباره تجدید نظر کنیم. من صحبتی که کردم همونجور که اون پرواز گفت الان هفته سومه، یعنی دفعه سومه، و در واقع دو تا موضوع رو مطرح کردم که فکر میکنم، من نمیدونم بقیه رفقایی که بحث دارن امروز روی کدوم، چون من این نقطه بند رو دادم، یعنی نقطه موردی که باعث شده که دولت جمهوری اسلامی و دستگاه دولتی، یعنی اون state apparatus، سر کار بمونه توی برای 41-42 سال رو شمردم توی اون 9 مورد. بعد خب اینا مرتبه بندی نیستن، یعنی متأسفانه زمان بندی میشه کرد، چون من تو بحث امروز هم زمان بندی شروع میکنم، ولی این 9 مورد رو میخوام توضیح بدم. هفته پیش خوندمشون و گفتم چی هستن، میخوام توضیح بدم. ولی یه موضوعی رو که بازم راجبش صحبت کردم ولی زیاد بهش پرداخته نشد، یا حداقل من فکر میکنم بهش پرداخته نشد چون این خیلی اساسیه، اون 3 موردی بود که از قول سکاچپول توضیح دادم که تعریف از انقلاب یا تئوری انقلاب چه کمبودایی داره از نقطه نظر چپ و مشخصا مارکسیستی، که به اونا بپردازیم. من زیاد اینو نگرفتم که، یعنی نگرفتم که زیاد بحث نشد راجبش. و این ستا، یکی این که والنتریز بود، یعنی این که همه مثلا گروه ها، سازمان ها، اشخاص و غیره و غیره میدونن چی میخوان توی دوران انقلاب. یکی دیگه وضعیت بین المللی و
منطقه‌ای بود که به صورت تئوری های مارکسیستی بهش نمیپرد، تئوری های مدرنیستی که اصلا بهش نمیپردازه، ولی به خصوص مسئله اسکاچ‌بورد و من به همچنین این سه تا مورد وضعیت بین‌المللی منطقه‌ای بود. و سومی اینی که دولت چقدر اقتصاد حاکم رو نمایندگی میکنه و چقدر بهش وصله. من بدون اینکه امروز به این سه مورد بپردازم، یعنی چون بحثش خیلی وسیعه به نظر من و من زیادم نخوندم کسایی که در تمجید در رابطه با این نظرات اسکاچ‌بورد خوندم، ولی زیاد نخوندم کسایی که نقد میکنن بهش، به خصوص از نقطه نظر مارکسیستی. من خیلی دلم میخواد راجع به این صحبت بشه، حالا شاید تو هفته های بعد بتونیم این کارو بکنیم، ولی برای من این موضوع یه مقدار اساسی تره، یا شاید بگم اساسی تر، نه مهمتر، ولی اساسی تره و بنیادی تره که اگه با بخوایم راجع به تئوری های انقلاب صحبت کنیم، تا اینکه مثلا مشخصا در رابطه با ایران و وضعیت ایران. حالا این خودش میشه یه موضوعی. من تأکیدم هم روی این تئوری و این نقطه نظرهای اسکاچ‌بورد بیشتر اینه که، و واقعا دارم میخواد رفقا این کتابی که نوشته رو بخونن، دولت ها و انقلاب های اجتماعی، که چون راجع به این موضوع، یعنی از با استفاده کردن از این موضوع، یعنی تئوری اسکاچ‌بورد و تئوری چارلز تیلی، من مقاله نوشتم، یعنی پیپر نوشتم و خیلی استفاده کردم. حالا میخواد ببینم غیر آکادمیک ها چی فکر میکنن، یعنی رفقای مثل شما که توی مسائل سیاسی واردین و مطالعه خیلی دارین و تجربه خیلی دارین، دلم میخواد ببینم رفقای مثل شما چجوری چی فکر میکنن و بتونه مثلا یه مقدار حالا یا انتقاد بهش باشه یا نقد بزنیم یا یه مقدار مقایسه کنیم و غیر و غیر. در هر حال این نه موردی که من نوشتم، که همجوری که رفقم پرواز گفت، من انگلیسیشو نوشتم براشون فرستادم و ایشون ترجمه کردن گذاشتن، این موضوعی بودش که در هفته پیش و تو میکنم حتی دو هفته پیش هم بهشون اشاره کردم، ولی فقط اشاره کردم و توضیح ندادم. به شکل تیتروار میخونم، نمیدونم این بخش اول صحبت من وقت اجازه میده که من همه این نکات رو توضیح بدم، ولی اگر نشود، یعنی من دلم میخواد یه سهوده، شاید ما یک و نیم شروع کردیم به وقت ما، میشه شرق آمریکا، شاید مثلا نیم ساعت صحبت کنم اگه حوصله کنین، بعد رفقای دیگه صحبتاشون رو بکنن، من یه مقدار بسنجم ببینم آیا تو همین مورد هست یا نه، و اگر تو همین موارد بود که خب همین رو ادامه میدیم، اگر نه که خب میپردازیم به چیزای دیگه، چون اگر به این تو این مورد نبود احتمالاً رفقا ضرورتش رو نمیبینن. در هر حال اینا هم این چیزایی که من دارم میشمارم بیشتر جامعه شناسیشه تا سیاستش، یعنی جامعه شناسی سیاسیشه تا سیاستش. جامعه شناسی سیاسی هم علارغم علوم سیاسی، یعنی علوم سیاسی یا political science، و political science هم عموماً realist ها یا realist توش دست دارن، و realism هم یعنی تو موارد سیاسی یه حیطه خیلی گسترده ایه، و realism در مقایسه با جامعه شناسی سیاسی یه مقدار فرق میکنم. من این فرقش هم میخوام بگم، چون حتی توی دورانی که درس میخوندم هم این مورد خیلی با استادایی که به ما درس میدادن مدام، من به قول معروف دعوا که نه، ولی اختلاف داشتیم، به خصوص به استادایی که علوم سیاسی درس میدادن، و اون اینه: علوم سیاسی به خصوص رئالیستا با دو تا عنصر همیشه تاریخ رو توضیح میدن، و اون دو عنصر جنگ و دولت، یعنی معتقدن که تاریخ توسط این دو تا عنصر همیشه نقب زده شده و تعیین شده، اینی که
کی برنده است، کی بازنده است، کی سر قدرت میمونه، دولت‌ها چجوری رفتار میکنن و غیره و غیره. و اگر این دو عنصر جنگ و دولت رو از رئالیستا بگیریم، و عموما دارم میگم اونایی که به علوم سیاسی میپردازن، تقریبا چیزی براشون نمیمونه، یعنی دیگه توضیح براشون نمیمونه یا عنصر دیگه براشون نمیمونه که وضعیت مثلا یه جامعه رو یا یه ملیت رو یا یه فرهنگ و غیره و غیره رو توضیح بدن. اون چیزی که به نظر من، یعنی این میشه جامعه شناسی سیاسی، اون چیزی که به نظر من توی این دو عنصر نیست یا عمدتاً توی تحلیل سیاسی نیست، که من اینو حالا نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه توی چپ ایران و به خصوص مارکسیسم ایران خیلی زیاد میبینم، یعنی همون نقطه نظر رئالیست که به جامعه شناسی مسائل سیاسی پرداخته نمیشه زیاد، و معتقدم، و اینم نیستش که من معتقدم، اگه شما، یعنی من وقتی میگم مارکسیستا، احتمالاً خب وقتی شما میگین من مارکسیستم یا تفکر مارکس رو به کلیتی قبول دارم، احتمالاً یه سری بحثای کلیش هم قبول دارین، ولی به نظر من یه کار خیلی مهمی که مارکس کرد جامعه شناسی سیاسی رو انجام داد، یعنی تو علوم سیاسی هم نقد زد و صحبت کرد بدون، یا نوشت بدون شک، ولی اون کاری که به نظر من از که مارکس کرد که مهمه اینه که جامعه شناسی سیاسی رو توضیح داد. حتی توی دیسیپلین‌های دیگه هم خیلی توضیح دادن، دارم توی این مورد فقط میگم. و به نظر من به همین راستا، یعنی به همون اندازه این مسئله مهمه. و جامعه شناسی سیاسی فرقش با رئالیسم یا علوم سیاسی این که جامعه شناسی میپردازه به مردمی که توی حیطه اجتماعی، یعنی میشه هم کسایی که تو دولتن و هم کسایی که تو دولت نیستن، که این مبارزه طبقاتی چجوری داره پیش میره، جلو میره، عقب میره، چه شرکتی میکنن و غیره. که علوم سیاسی، شما تحلیل علوم سیاسی رو که میخونین تقریبا مطلقاً به این مسئله نمیپردازه، یه نقش مردم اینجا چیه. و اون بحثی که من میگم با استادامون داشتم همیشه اون دورانی که درس میخوندم این بودش که شما چرا در رابطه مردم صحبت نمیکنین، یعنی نقش مردم توی این تاریخ سازی سیاسی چی بوده، و این جامعه شناسی میخواد. حالا با این پیشگفتار میخوام توضیح بدم که، یعنی از نقطه نظر خودم دیگه میخوام توضیح بدم که جامعه شناسی سیاسی این قضیه، یعنی اینی که جمهوری اسلامی تونسته و دستگاه قدرتی تونسته خودشون نگه داره توی این چند سال، توی این چهار دهه به چه شکل بوده. و برمیگرده، من اینو به دو دوران تقسیم کردم، یک از دورانی که قیام میشه یا انقلاب میشه از 1979 تا 1991-92 و از 1992-93 به این طرف، یعنی تا امروز، یعنی یه 12-13 سال اول، بعد یه مثلا 24-26-27 سال بعد، و به این شکلی که به نظر من یکی از چیزهایی که تو جامعه شناسی وضعیت ایران مهم بود، یعنی اون دورانی که میشه دیگه اواخر 1356 دیگه توی زمستون 1350 اواخر 1357، یعنی اینی که مثلا شاه میره، بعد چند ماه بعد خمینی میاد و 21 بهمن به عنوان اون به اصطلاح روز انقلاب شناخته میشه، یعنی توی اون دوران مردم چه نقشی داشتن، که اون نقش مردم به نظر من تعیین کننده این چندین دهه بود. و اون اینه که همونجوری که قبلا توضیح دادم، میشه اولین بندی که میخوام توضیح بدم، کوچه از روستا به شهر تو ایران. سال 1976-77، یعنی یکی دو سال قبل از اینکه قیام بشه، بافت روستایی و شهری، یعنی اون بافت که نه، اون درصد روستایی و شهری تو ایران بود 39%، 38% توی شهر زندگی میکردن و ببخشید بله توی شهر زندگی میکردن و 61-62% توی روستا. این بافت امروز رسیده به 80%، یعنی الان 80% مردم ایران
توی شهرها زندگی میکنن و عمدتا هم توی 4-5 تا شهر بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد و غیره متمرکز هستن و 20%شون توی روستا ها زندگی میکنن که کوچه از روستا به شهر هنوز هم که هنوز امروز ادامه داره همونجوری که همه میدونین و با نرخ 1-2% در سال، یعنی نرخ افزایش جمعیت شهری توی ایران تقریبا 1-2%، منظورم اینه که میانگین بگیریم مثلا میشه 1.5%، ولی شهرها توی ایران دارن 1-2% در سال توی این 30 سال اخیر دارن رشد میکنن، یعنی جمعیتشون داره رشد میکنه، یعنی میشن این کسایی که کوچ دارن میکنن، نه با تولد، نه با کوچ. این مال این دوران، ولی دوران قیام اون جمعیتی که، یعنی بحث من اینه، اون جمعیتی که از روستا به شهر اومدن همون جمعیتی بودن که ارزشاشون از نظر مذهبی و سنتی، یعنی ما تو جامعه شناسی میگیم نورم اند مورز، اینا مورز نیست، موره گفته میشه، نورمز اند مورز، اینا یعنی اون ارزشایی که توی فرهنگ غالبه، همون ارزشایی بود که دولت، یعنی اون موقع خوب میشه دولت موقت جمهوری اسلامی و بعدا دولت جمهوری اسلامی باهاش میاد سر کار، یعنی از اینی که دید روی نقش زن و مرد، زن و شوهر، رابطه بچه با پدر یا مادر، روابط اجتماعی بیرون از خونه بین زن و مرد، کی به چقدر ارث برسه، یعنی تمام بندهایی رو که بعدن قانون شدن، عمدتاً این جمعیت کوچ کرده از روستا به شهر قبول داشتن و به نظر من یه بخشایش هنوز، نه به اندازه قبل، ولی یه بخشایش هنوز قبول دارن. یعنی ما مدام صحبت میکنیم از این که مثلا امروز فهم کنم آخرین تخمین این بوده که تو ایران ایش دوده 17-18 هزار امامزاده است. به نظر من امامزاده ساختن تو ایران فقط زورچپونی یا قدرتی دولتی نیست، به نظر من مردم هم خواهان این هستن، یعنی این ارزش ها توی خود مردم تو ایران هم هست و این، من اینو یه بار قبلا گفتم، و این تعجبی که ما داریم که چگونه یه دولتی مثل جمهوری اسلامی اومده سر کار و اینطوری مونده و ما یه جوری رفتار میکنیم که انگار این دولت جمهوری اسلامی مثلا از یه کره دیگه برای ما به سوغات آوردن، یا هنوزم که هنوزه میگیم اگر آمریکا نبود جمهوری اسلامی هم نبود و غیره و غیره. یعنی من این بحثو از نظر جامعه شناسیش قبول ندارم، توی حیطه‌های سیاسی چرا این بحثو میشه کرد، ولی از نظر جامعه شناسیش به نظر من این بحث درست نیست و باید دید که ارزشایی که دولت داره، و اینم نه فقط دولت تو ایران بلکه دولت‌های کل دنیا همیشه، چه خانایی اگر خانایی هست با مردمی که دارن بهشون حکم فرمایی میکنن دارن، و این خانایی به خصوص تو حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی، ادبی، مذهبی و غیره، حتی به نظر من تو ایران خیلی مشخص‌ترش روابط زن و مرد، خیلی این مسائل خانایی داره. مثلا اون دورانی که یه مقدار بعد از قیام وقتی که میان بیرون میگن یا روسری یا توسری، این نبودش که فقط مردهایی که توی دولت جمهوری اسلامی قدرت داشتن میگفتن یا روسری یا توسری، زنها، مردها، اقشار بسیار وسیع از مردم تو ایران هم میگفتن یا روسری یا توسری، یعنی این فقط ارزش دولت نیست بلکه ارزش مردمی هم هست. این ارزش ها از کجا داره میاد؟ بحث من اینه که از اون جمعیتی که از روستا به شهر کوچ کردن، دورانی که به اصطلاح بعد اون چیزی که ما بهش میگیم رفرم ارضی شاه یا به قول خودشون انقلاب سفید،
و این ارزش ها باعث شدش که دولتی مثل جمهوری اسلامی بتونه نه تنها خودش رو تشکیل بده بلکه بتونه بیشتر دوام بیاره. در خانایی با این، یعنی میشه بند دو که این ارزش های اسلامی و سنتی هست، قدرت سیاسی هم دولت داد به کسایی که قبلا قدرت نداشتند. یعنی مثلا ما اگه میگیم یه سری حالا در عام میگیم آخوند، یعنی اون کسایی که توی حوزه علمیه بودن و نمیدونم فارغ التحصیل شدن بعد آخوند شدن و غیره و غیره، ما میگیم اینا اومدن قدرت گرفتن، ولی فقط این مسئله نبود، این اقشار هم قدرت نداشتن. همونجوری که میدونیم مثلا خیلی معروفه، میگن ما به اینا 5000 میدادیم بیان روزه خونی کن، بعد مثلا میرفتن پی کارشون، دیگه کار دیگه نداشتن، ولی خب الان شدن دولت. فقط این قش نبود، بلکه کسایی بودن که شما اگه نگاه بکنین اون کسایی که بعدن وارد اون مرتبه های بالای سپاه پاسداران شدن، اگه نگاه بکنین، یعنی اگه تحقیق ها رو نگاه کنیم، من نمیگم تحقیق شده، ولی همینجوری شما متاسفانه این تحقیق ها رو نمیشه مثل که تو ایران کرد، اون تحقیق هایی که اگه بتونین پیدا کنین اینه که خودشون در اوان کودکی، مثلا کودکی یه بین 5-6 سال تا 17-18 سال، یا پدر مادرشون از روستا آمده بودن به شهر و کسایی بودن که این ارزش ها رو قبول داشتن و کسایی بودن که آگاهانه دولت بهشون قدرت سیاسی داد. مثلا خب حالا من اون دوران دوم بحث خواهم کرد که قدرت اقتصادی هم بهشون داد. یه مثال جامعه شناسی که میشه زد، شما اگه با تهران آشنا باشین، دوران قبل قیام، یعنی دوران شاه، بالای شهری که حالا مثلا میگفتن شمرون و تجریش و نیاوران و غیره، شهری ها اگه بافت اجتماعی رو نگاه میکردین بیشتر با سوادا بودن، یعنی مثلا به مهندس و وکیل و غیره و غیره، یا حتی کسایی که تو دستگاه دولتی بودن. امروز شما اگه برین بافت اجتماعی بالای شهر تهران، همون شمرون و تجریش و نمیدونم غیره، بعد الان شده توی لواسانات نگاه بکنین، درست برعکسشه، یعنی تحصیل کرده ها نیستن بلکه بازاری ها هستن، کسایی هستن که تو دولت هستن و بازاری هم هستن و احتمالا در رابطه با سپاه پاسداران هم هستن. اگر به پشتوانه‌شون، یعنی بک‌گراندشون اگه نگاه بکنین، میبینین از روستا به شهرن. توی مراتب خیلی بالایی از دولت، نه فقط سپاه پاسداران، از روستا به شهرن، یعنی تقریبا نسل اول از روستا به شهرن. من این از روستا به شهر رو به عنوان یه، حالا لزوماً مسئله بد یا به قول آمریکایی یا دراگیتوری، یعنی اینی که اهانت بخوام بکنم، نمیگم، فقط دارم میگم که ارزش های روستایی به شهر اومدن و چجوری دولت تونست اینو سازماندهی بکنه، یعنی دولت جمهوری اسلامی تونست اینو سازماندهی کنه. به اون اضافه کنین اون مسئله ضد آمریکا بودنشو، یعنی مثلا به نظر من، حالا این بند سومی که خواهم گفت، مسئله گروگانگیری که به نظر من نمایشی بیش نبود، کمک کرد به این پدیده که ضد آمریکا هستیم و تونست باعث بشه که حالا به یک کلیتی حواس ها پرت بشه و اون قشری که معتقد به جمهوری اسلامی بود و ارزش های جمهوری اسلامی قبول داشت و ضد آمریکا بود و شعار ضد آمریکایی را میداد، تونست سازماندهی بکنه. به اضافه اون، بعد از گروگانگیری، مسئله جنگ، یعنی مسئله آمریکا بودن، مسئله مذهبی بودن، اسلامی بودن و مسلمان بودن شیعه، و مسئله ناسیونالیسم، این ستا یه ملغمه‌ای شد که تونست حداقل تا 1988، یعنی از اول، میشه 9 سال تقریبا، از اول قیام تا 1988 که جنگ تموم میشه، تونست به هر شکلی که شده، به قول آمریکایی‌ها بای هوک اور بای کروک، به هر شکلی که شده این سازماندهی رو نگه دارن و بتونن توی اون به اصطلاح اون
اون توی قدرت بمونن. و اگرم نگاه بکنیم، من نمیخوام بحث رو تغییرش بدم، سرکوبی که میشه یعنی سرکوب اوریان یا هرچی که اسمشو میخوایم بذاریم، یعنی بدترین دوران سرکوب هم دوران این 8-9 سال اول بود که توی دهه 90 میبینیم وقتی که سپاه پاسداران به عنوان یکی از پرقدرت ترین به اصطلاح مؤسسه هایی که تو ایران هستن میاد و هم مسائل سیاسی و هم مسائل اقتصادی رو به دستش میگیره، میاد یه مقدار ثبات پیدا میکنه. و دلیلش هم این بودش که تونست توی اون 8-9 سال اول یه همچین ثباتی رو با این پدیده‌هایی که شمردم خودش رو نگه داره. ناسیونالیسم، منظورم ناسیونالیسم به شکل خیلی ساده که ما از کشورمون دفاع کنیم در مقابل عراق، از کشورمون دفاع کنیم در مقابل آمریکا، از کشورمون دفاع کنیم در رابطه با به اصطلاح نیروهای خارجی، که اینو من توی بند چهارم توضیح دادم که همون اون حالا دوباره توضیح هم خواهم داد که همون به اصطلاح بحثی است که چارلز تیلی میکنه. منظورم از ناسیونالیسم همینه، یعنی همون وطن پرستی و نه ناسیونالیسم مثلا آذری، ناسیونالیسم کرد و عرب و غیره. من منظورم اون ناسیونالیسم نیست، ناسیونالیسم به اصطلاح ایرانی. بند چهارم اینی که همونی که گفتم، سپاه پاسداران تونست خودشو سازماندهی کنه. اگر برین یعنی حتما مطالعه کردین، من ببخشید وضعیت میگم، اگر مطالعه کنین وقتی نگاه بکنین به قدرت اقتصادی سپاه پاسداران، این برمیگرده به همون موضوعی که من میگم از تئوری چارلز استفاده کردم برای توضیحش، و همون به قول معروف war making and state making، یعنی ساختن جنگ به عنوان ساختن دولت. چارلز تیلی یه پیپر خیلی خیلی خوبی نوشت، این مثلا فکر کنم 10-12 صفحه است. واقعا اگه رفقا نخوندن ندیدن اینو حتما بخونین، من میفهمم خیلی پیپر خوبیه، به اسم War Making State Making اسم نویسندش هم که این چارلز تیلیه. تیلی یکی از به نظر من بهترین جامعه شناسای آمریکا بود توی از مثلا 20 و چند سال، که حدود فکر کنم 14 سال پرزیدنت جامعه شناسی مجتمع جامعه شناسی آمریکا بود و تئوریای خیلی خوبی داره، یعنی اگه وقت کنین بخونین واقعا میتونین استفاده کنین از تئوریاش. بحثش اینه که، و کتابی هم که نوشته، مقالی هم که نوشته، اینه که اگر دولت‌های قدر قدرت رو نگاه کنین امروز یا حتی نگاه کنین 100 سال پیش توی اروپا، تو آمریکای جنوبی، تو آمریکا، هر جا، این دولت‌ها، این مثلا بحث تیلی اینه که با به اصطلاح اون چیزی که ما بهش میگیم جهان اول، یا به اصطلاح اون 30 تا کشور به قول خودشون توسعه یافته است، این دولت ها، یا حالا آمریکا یا اسپانیا یا فرانسه یا انگلیس یا ایتالیا یا آلمان، این دولت ها قدر قدرت شدن در رابطه با جنگ هایی که توی منطقه خودشون کردن، و اون کسی که بحثش اینه، اون پدیده ای که از جنگ در میاد و هنوز تونسته خودشو به شکل مؤسسه نگه داره، اون جریانی میشه که دولت رو تشکیل میده. خیلی ها میگن تئوری های چارلز تیلی رو نمیشه به کشورهای جهان سوم ربط داد، ممکنه تو بعضی این کشورها درست باشه، ولی به نظر من توی این مورد خاص، یعنی اینی که چجوری سپاه پاسداران تونست دولت بشه، میشه از این تئوری استفاده کرد که توضیح بده که توی جنگ بزرگترین مؤسسه‌ای که تونست خودش رو نگه داره، سازماندهی کنه، من اینو از هر نظر میگم، یعنی فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، از همه نظر، اقتصادی،
خودش نگه داره سپاه پاسداران بود. به همین دلیلم تونست تو دهه 90، یعنی از سال 1991 92 93 به بعد، که ایران اون مناسبات نئولیبرالیستی رو شروع کنه قبول کردن، یعنی این رفسنجانی شروع میشه، ما که شروع میکنه این مناسبات نئولیبرالیستی رو قبول کردن، بزرگترین و پرقدرتترین مؤسسه‌ای که میتونست این کارو بکنه سپاه پاسداران. امروز هم بعد مثلا 27-28 سال ما نتایجش رو میبینیم و فهم کنم از این تئوری خیلی میشه استفاده کرد برای اینکه این به اصطلاح قدرتی رو که سپاه پاسداران هم از نظر سیاسی که میشه بند چهارم و هم از نظر اقتصادی که میشه بند پنجمی که من نوشته بودم توضیح داد و چجوری توضیح داد که الان من اخیراً میخوندم سپاه پاسداران گشت حدود 820 تا سازمان به اسمش هست با اسمای مختلف، ولی 820 تا جریان اقتصادی رو، یعنی شرکت اقتصادی رو کنترل میکنه و مدام یستی بین 1700 تا 2200 کانترکت یا پیمان داره توی کانترکت های اقتصادی داره با تو کل ایران، یعنی تقریبا بازم عددی که میخوندم ایستی بین 78 تا 82 درصد این پیمان های اقتصادی و اقتصاد و اون مثلا اون قرارداد اقتصادی که تو ایران امضا میشه رو تحت کنترل داره، که میشه خوب مونوپولی، یعنی تقریبا هیچ کس نمیتونه باهاشون رقابت بکنه. به نظر من اینو نمیخوام امروز بحث کنم، ولی میتونه یه بحث خوبی باشه، اینی که اختلافی که چون به نظرم این اختلاف هست، اختلاف و اینم ریشش نئولیبرالیسمه، اختلافی که انحصار سپاه پاسداران با انحصار بین المللی داره چیه و این انحصار رو بهش پرداختن به نظر من هم تحقیق میخواد، هم به نظر من نتیجه خوبی خواهد داد این تحقیق، چون این اختلاف رو میشه توضیح داد. در حال این بازم یه موضوع دیگه است، ما شاید در آینده اگه بخوام میتونیم راجع به این صحبت کنیم. بند 6 همون چیزی که گفتم همین الان، یعنی نئولیبرالیسم از دهه 90 که شروع میشه 92-93، یعنی از دوران رفسنجانی، اینه که توی حیطه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مذهبی خودشو نشون میده و به نظر من بازم این میتونه یه بحث دیگه باشه، نه لزوما امروز، اینه که توی حیطه اقتصادی و توی حیطه سیاسی چجوری نئولیبرالیسم تونست جا بیفته توی ایران و باعث شد که اون چیزی که بازم من نمیخوام راجع به این بحث بشه، چون لطفاً رفقا توی این بحث در این فقط دارم اشاره میکنم بهش که چجوری مثلا اون پدیده که ما بهش میگیم امپریالیسم و دولت جمهوری اسلامی، حالا دولت عراق یا هر دولت دیگه ای رو میگیم امپریالیست و اینا روی مثلا کشورهای وابسته بهش هستن و غیره رو خدشه‌دار میکنه اون بحث رو، و توی این 30 سال اخیر ما میبینیم که نئولیبرالیسم این مسئله رو داره هی پخشتر و غیر واقعی تر میکنه. بازم یه موضوع دیگه، ولی تو ایران یه همچین پدیده‌ای وجود داره و توی این 27-28 سال، شاید بگیم 30 سال اخیر وجود داشته و باز هم یکی از این چیزهایی است که یکی از این مواردی است که جلوی شورش جدی، حالا بگیم انقلاب یا هر چیز قیام جدی رو گرفته. توی حیطه اجتماعی به این دلیل که میخوام بگم، توی حیطه اجتماعی شما، من نمیدونم، حتما تماس دارین با کسایی که تو ایران هستن، شاید بعضی بتونن برن ایران، نمیدونم، یا صحبت کنین، حالا الان که دیگه با نرفتنم میشه همه این کار رو بگم. اگر نگاه بکنین خیلی از کسایی که ایران هستن و مارکسیستن، حالا بازم طیف وسیعش، یا ادعای مارکسیست بودن میکنن یا ادعای چپ بودن میکنن، خیلی راحت نظرات نئولیبرالیستی رو قبول دارن و نظرات نئولیبرالیستی رو قبول دارن، نه در رابطه با اینکه نئولیبرالیسم
انسان رو فردگرا، نمیدونم خودخواه و جدا از دیگران و فقط منم که منم نگاه میکنن. نه به این دلیل، دلیل عمدش اینه که نئولیبرالیسم قدرت اقتصادی رو از دولت میگیره و توی ایران دولتی که به اقتصاد دست نداشته باشه و مردم رو راحت بذاره برای هر کاری که دلشون میخواد، ممکنه این از نقطه نظر سرمایه داری و مردم رو راحت بذاره، یعنی اون تئوری های آدام سمیت، توی ایران برای ایرانی ها توی یه طیف خیلی گسترده‌ای، راست، وسط، چپ، مارکسیست، هر چی که بگیم قابل قبوله، بدون اینکه لزوماً متوجه باشن که حالا اینا ایدئولوژیه، یعنی من دارم مشخصا میگم ایدئولوژی نئولیبرالیستیه و بحث میکنن که این بحث درسته بدون اینکه به عواقبش و غیرش و نتایجش نگاه کنن. این از نقطه نظر اجتماعی داشتم توضیح میدم که نئولیبرالیسم چجوری باعث شده که این به اصطلاح اون جنبشی که هست یا میتونه خودش رو سازماندهی کنه یه مقدار نشینی کنه. بند هفتم در واقع نفت یه درآمد نفتی توی ایران حداقل تا دهه 90، یعنی 91-2، شما اگه به آمار نگاه میکردین حتی تا اواسط دهه 90 نفت و درآمد نفتی یه سودش 80-82% درآمد کل ایران بود و خب این هم که میدونین انحصار دولت بود، ولی درآمد خیلی فراوونی بود. امروز نفت یه چیزی بین 16-20% بیشتر از جی دی پی نیست، یعنی تولید ناخالص ملی نیست یا درآمد ملی نیست. من اگه بخوام عددشو بگم، از نفت تو ایران یه چیز سالانه، اون سالای خوب چون بالا پایین داره دیگه همجور که میدونین، نفت یه سوده بین 60-80 میلیارد دلار درآمد داره دولت اقتصاد ایران از نفت. جی دی پی ایران امروز، یعنی آخرین شمارش، یعنی آخرین عددش 2020 که در اومده، یعنی پارسال میشه، 625 میلیارد دلار بوده، یعنی 80 میلیارد اون بخش نفتی، بقیهش میشه تولیدات دیگه و به اصطلاح اون درآمدهای دیگه است که غیر نفتیه. بنابراین با اینکه نفت هم دوران شاه یا یه دورانی از دوران شاه، هم یه مدتی از دوران جمهوری اسلامی که از اصلی ترین کالاهایی بود که اقتصاد ایران بهش اتکا میکرد، ولی امروز میبینیم که با اعدادی که میخونیم میبینیم یه همچین چیزی نیست. حتی یه مقدارم ربط داره به اینکه کلن تو دنیا بازار نفت خرابه، فقط نیست که تو ایران یه همچین پدیده ای هست، ولی کلن تو دنیا بازار نفت خرابه و هی داره کمتر و کمتر هم میشه چون سوختای آلترناتیو داره به وجود میاد و غیره و غیره و اون خوب خودش یه پدیده ای دیگه است. بند 8 و 9 بندهای اصلی است که من روشون تاکید دارم و زیادم بازم صحبت نشد و من دلم میخواد اگه بتونن رفقای دیگه‌ای که دارن بحث میکنن رو این دوتا مسئله اشاره کنن یا حداقل بحث کنن. یک اینی که آلترناتیو انقلابی ما نداریم، یعنی یه آلترناتیو واقعی که بتونه مردم سازماندهی بکنه ما نداریم تو ایران، هنوزم که هنوزه، و این یه بحث گسترده یه من تقریبا هفته پیش مقدار به این پرداختم، ولی ما حتی به نظر من هر جریانی بخواد آلترناتیو بشه توی ایران، حالا هر کشوری، این میشه انتزاعی، من دارم ابسترکت اینو میگم، هر جریانی اگه بخواد آلترناتیو بشه توی هر کشوری یا هر منطقه‌ای، اولین کاری که باید بکنه اینه که از گذشته خودش، نه خودش به عنوان سازمان بلکه از گذشته جنبش بتونه یه جنبندی داشته باشه.
به نظر من هنوز تو ایران جریانی یا شخصی یا گروهی یا سازمانی نیست، نبوده، که بتونه این 40 و چند سال رو جمع‌بندی کنه. و نه از نظر خودش، من خب از نظر خودمون ما خیلی همه جمع‌بندی داریم، ولی با تحقیق این که دیگران چی فکر میکنن. ما حتی بذارید خیلی ساده تر، حالا ما تو این اتاق من فکر میکنم میشه به راحتی گفت اگه همه مارکسیست نیستن بلکه چپ هستن، ولی ما اون خب اون مرکز و ما تو ایران مرکز هم داریم، شاید نئولیبرالای ایرانی بشه گفت مرکز، یعنی وسط، و دست راستی ها رو گذاشت کنار، چون حتی این مقدار یه مقدار نمیدونم دموکراتیک نیست، ولی حالا ما دیگه یه خود اگه بخوایم از دموکراسی بیایم پایین تر، اگه اونا رو هم بذاریم کنار و اون طیف وسیع چپ، یعنی نه فقط مارکسیستا، اون طیف وسیع چپ رو بهش بپردازیم، یعنی بریم با این جریان ها، با این اشخاص، با این گروه ها و حالا هرچی که هستن صحبت کنیم، نظر شما راجع به مثلا این 40 و چند سال اخیر چیه، جنبندی شما چیه، اینا رو همه رو یه نفر تحقیق کنه بیاره بذاره رو هم دیگه، مثلا میشه نمیدونم بخش این صدا من دست دادم بشه مثلا 700-800-1000 صفحه از مطالبی که دیگران چی فکر میکنن، بعد از این بتونه یه جمع‌بندی بکنه، یعنی بتونه تحقیق کنه، بنویسه توی یه کتاب یا توی یه مقاله 20-30 صفحه‌ای. هنوز ما این کارو نکردیم، یا حداقل من نخوندم. واقعا من اینو از رفقا میخوام، اگر سراغ دارین برای من بفرستین، من نه یه مورد، چند تا کتاب، چند تا مقاله، هر چی دارین برای من بفرستین، من واقعا خوشحال میشم بخونم، چون اصلا ادعا ندارم که تحقیقات من راجع به این که چپ تو ایران چی داره میگه وسیعه و من همه چی رو خوندم، همون چیزایی که دم دستمه بدون این که تحقیق کنم من دارم میگم، و به همین دلیل ممکنه حرفم اشتباه باشه، اگر هست من دلم میخواد بخونم. بنابراین کسی نیست تا حالا نبوده که یه همچین جنبندی رو بده، نه حرفی رفقا، کتبی، یعنی ما متاسفانه بازم این یه بحث دیگه است، فرهنگ کتبیمون ضعیفه و باید یه خود روش کار کنیم. من از خودم شروع میکنم، من خیلی میتونم حرف بزنم، تا یه نفر بهم میگه آقا بشینیشتی بنویس، انگار عزا باید بگیرم، یعنی خیلی برام سخته، چون تو فرهنگمون نبوده، شاید هم یه مقدار مشخصه تو فرهنگ خانوادگیمون نبوده، حالا دیگه اون دلایلش چیز دیگه است. این بند 8 بود. بند 9 که خیلی دلم میخواد روش بحث بشه و یکی از نکات اصلی است که تئوریای انقلاب اخیراً بهش پرداخته، به همین دلیل هم من میگم دولت هایی که اینی که بگیم یه آلترناتیو ما داریم، مثلا مثل موسوی و خاتمی و یه مقدار حتی روحانی، اینا به نظر یه مقدار لیبرال تر، اینا عقب نشینی هن. یعنی کسایی هستن که دولت هایی مثل دولت ایران مجبورن که این آلترناتیو ها رو اجازه بدن که بیان در سطح بالا، در سطح سیاسی، که مردم فکر کنن دارن بهشون رأی میدن و غیره. ببینید به نظر من وقتی مثلا توی اون دوران بالاش، من فکر میکنم اولین باری که خاتمی میخواست رئیس جمهور بشه یا دومین بار الان خاطرم نیست، یه چیز 77% اون کسایی که میتونستن شرکت کنن تو رأی گیری تو ایران شرکت کردن. این رقم خیلی بالاییه، یعنی از هر کشور اروپایی، آمریکایی و غیره هم نگاه بکنین رقمش بالاتره. این موردی که مردم فکر میکنن، شاید امروز اون شکسته الان، یعنی توی این 2-3 سال اخیر این شکسته، که مردم یک کشور فکر میکنن که میتونن با رأی دادن توی دوران دیکتاتوری شرایط سیاسی رو تغییر بدن، این میشه خودش یه عقب نشینی. منظور من از این عقب نشینی اینه، یعنی چقدر فشار رو که دولت میخواد فشار بذاره رو مردم که کنترلشون کنه و غیره و غیره، یه جاهایی باید کم کنه و این باعث میشه که نظرات انقلابی، نه نظرات اجتماعی چپ، نظرات انقلابی فروکش کنه. من حدود 2-10 دقیقه ببخشید، من خواستم نیم ساعت صحبت کنم، شد 40 دقیقه. این صحبتم بود. حالا فراز جان مرسی، من مایک رهامون برای بحث رفقای دیگه. مرسی مایک آزاد.
خیلی ممنونم عبدی عزیز، خسته نباشین هم شما و هم دوستان دیگه. قسمت سوم بحثی که عبدی پیشنهاد کردن در رابطه با تئوری های انقلاب، و این هفته قسمت دوم میزگرد درباره تئوری های انقلاب موانع اجتماعی سیاسی اون در ایران هست. در این قسمت با دوست عزیز ما پانتا بهرامی از طریق تلفن من بهشون زنگ میزنم. پانتا جان بفرمایین صحبت کنین. دوستان من با پانتا بهرامی صحبت میکنم، اگر میخواین راجع به ایشون بیشتر بدونین به لینک سایت مراجعه کنین. ایشون کارگردان، نویسنده، فیلمساز هستن و بحثشون رو آغاز میکنن. لطفا تیتر بحثت رو هم پانتا عزیز برای دوستان بگو که دوستان بدونن. بفرما. درود میفرستم به همه دوستان عزیز. من بحث رو شنیدم، تشکر میکنم از پرواز جان، سخنران و شرکت کننده. تیتر صحبت من هست موانع پتانسیل در فرایند حرکت به سوی انقلاب. تئوری‌های انقلاب میدونین که معمولا نشأت گرفتن و تجزیه و تحلیل از وجود عینی خود انقلاباته. این اول انقلاب به وجود میاد، بعد وقت جامعه شناسا و تئوریسین ها میان اینا رو تجزیه و تحلیل میکنن و تئوری میسازن. ولی بحث امروز من بیشتر تمرکز روی شرایط کشور ویژه که اون هم ایران هستش. لازم به گفتن نیست که به قول هگل هر پدیده‌ای رو در ظرف تاریخی خودش باید دید. بحث امروز من هم برای فرآیند دگرگونی با تکیه به عوامل داخلی و نه عوامل خارجی، به خاطر کمی وقت از اون فاکتور گرفتم. اما اهمیت موضوع و موقعیت استراتژیک ایران رو برای قدرت‌های منطقه و جهان هم نادیده نمی‌گیرم. ولی گفتار امروز من پنج محور کانونی داره. اول اقتصاد نفتی و سیاست‌های نئولیبرالیستی و قارت معافیت‌های مالیاتی بنیادها و ایجاد طبقه متوسطی که به شدت وابسته به حکومته. این بحث اول منه. بحث دوم دین به عنوان عامل بازدارنده است. سوم حاشیه نشینی به عنوان پتانسیل انقلابی ارتجایی. چهارم نیروهای نظامی به مثابه سرکوب، یعنی سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات. و پنجم هم سازماندهی حول مبارزات صنفی، کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و زنان، آلترناتیف های سیاسی، نقش رسانه ها در بازتاب مبارزات. البته خب به هر حال این تکمیل نیستش. دوستان دیگری که میتونن که صحبت میکنن احتمالاً این بحث رو تکمیل میکنن. من شروع میکنم از کانون اول، یعنی اقتصاد نفتی، سیاست های نئولیبرالیستی و قارت و معافیت های مالیاتی. در این بخش من روی سه محور کار کردم. یکی اقتصاد نفتیه، دوم سیاست های نئولیبرالیستیه، سوم معافیت های مالیاتی بنیاد است. درآمد های نفتی در دهه 90 میلادی دو تا استاد اقتصاد هاروارد در یک مطالعه تطبیقی در پیوند با کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدن که رشد اقتصادی کشورهایی که روی صادرات مواد خام تکیه دارن کمتر از رشد اقتصادی کشورهایی که این مواد رو مثلا نفت ندارن. خود این عامل و این درآمد روند صنعتشان در این کشور رو کند کرده. میدونیم که ایران رتبه سوم نفت در جهان رو داره. بین سالهای 1962 تا 72، یعنی زمانی که پهلوی اول در واقع در ایران حاکم بود، ما یه مدل رشد اقتصادی بالا داشتیم که اصلا به عنوان مدل برای بعضی از کشورهای دیگه در نظر می‌گرفت. ولی در سال 1974 با بالا رفتن قیمت نفت، شاه یک برنامه 4 ساله صنعتی رو مطرح کرد که اساسا اقتصاد کشور ظرفیت جذب این حجم از اقتصاد رو نداشت. در واقع شاه هشدار مشاوران اقتصادی مختلف خودشون نپذیرفت. اما در سال 1975، یعنی چند سال قبل از انقلاب، با یک تورم و رشد قیمت‌ها به خاطر حجم نقدینگی بالا تو کشور روبرو بودیم که شروع نارضایتی هاست. برای من رفقایی که میگن اگه شاه با جنبش مثل 88 روبرو میشد و میپذیرفت انقلاب ایران اتفاق نمی‌افتاد، اساسا به نظر من نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور ندارن، یعنی در واقع زیربناها رو در نظر نمیگیرن و پیامدهای رشد ناموزونی توسعه را هم در نظر نمیگیرن که حاصلش همون حاشیه‌نشینی در شهر بزرگه. این تحلیل ها هم که درآمد نفت باعث میشه که دولت از مالیات ها درآمد نداشته باشه و وابسته مردم نباشه و
و بنابراین میتونه آزادی‌های سیاسی رو سلب کنه، تحلیلایی که همتون میدونید و هممون میدونیم. ولی خلافش هم هست دیگه، مثلا فرض کنید که کشور نروژ نفت داره ولی به سرکوب مردمش هم نمیپرسه. بنابراین بحث اینه که چه جریانی با چه نگاهی از نفت استفاده میکنه. همین عامل بازدارنده میتونه به یک پتانسیل برای رشد صنعتی کشور هم تبدیل بشه. درآمد نفتی جمهوری اسلامی در دوران موسوی، یعنی در دوران جنگ، حدود 100 میلیارد دلار بود و درآمد 6 ساله دوران احمدی نژاد بیش از 400 میلیارد دلار بود. یعنی ما با یک جهش درآمدی روبرو بودیم. و قبل از خروج آمریکا از برجام، فروش ایران 2 میلیون بشکه در روز بود. الان جمهوری اسلامی زیر 500 هزار بشکه بیشتر نمیتونه بفروشه. خب ما با درآمد بالای نفتی هم شاید یک قشر تازه به دوران رسیده، آقازاده ها که با رانتخاری و اختلاس سر کار هستن روبرو هستیم. همون بحثی که دکتر جوادزاده هم بخشن مطرح کردن با بخشش مخالف هستن. من اصلا ترمی به عنوان مردم نمیشناسم. ما طبقات اجتماعی داریم ولی مردم یه ظرفیه که همه چی توش پیدا میشه و واقعا هیچ رو میشه ازش تشخیص داد. بنابراین ما شاهد یک گسترش یک طبقه متوسط فربه هستیم که به شدت به دولت وابسته است، یعنی با درآمدهای نفتی بالا. این طبقه سبک زندگی مدرن داره، تمایل به رفت آمد با خارج داره، تحصیل کرده است و در سالهای اخیر بخش از اون تغییر شده و به طبقات پایین تر پرتاب شده. طبقه متوسط ایران حاضر به ریسک سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع نیستش. براش مهمه که وضعیت موجود با اصلاحات تغییر بده ولی جا به جایی قدرت به طور اساسی صورت نگیره، چون میترسه منافعش به خطر بیفته و نان و آبی که از در دولت داره به خطر بیفته. به این خاطر ما شاهد 3 دهه فعالیت اصلاح طلبی بودیم که با جنبش 96 عملا اصلاح طلبی شکست میخوره. برای این طبقه که میتونه پتانسیل و متحد نیروهای مترقی باشه، در نبود یک آلترناتیو سیاسی میتونه تنها نظارگر باقی بمونه. دوستان دقت کنید به نقص طبقه متوسط در ایران. همونی که در اعتراضات دیماه آبان ماه این طبقه عملا نظارگر بود و میخواست ببینه چه اتفاقی میفته و موازنه قدرت به هر طرف بره با اون همراهی کنه. بحث دوم راجع بنیادها به عنوان نماد غارت. موضوع بنیاد هاست در واقع. بحث دوم، سازمان امور مالیاتی کشور 10 بنیاد رو اعلام کرد که مشمول مالیات نیستن. من لیست این 10 نفر دار 10 بنیاد دارم ولی براتون نمیخونم چون حوصله‌تون سر میره. فقط میگم که مشهورتر اینها بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امامه. جالبه که بدونین در سال 94 1394 اعلام شد 40% اقتصاد ایران در دست این نهاد هاست. 40%، یعنی 40% اقتصاد از مالیات معافه. از این 10 تا 7 نهاد هستن که نه تنها مالیات نمیدن بلکه از دولت بودجه هم میگیرن، مثل سازمان تبلیغات اسلامی یا مرکز خدمات حوزه علمیه. خمینی در سال 68 و قبل از مرگش معافیت مالی این بنیادها رو اعلام کرد. تازه در میان این 10 نهاد جالبه بدونید که نام استان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا نیست، یعنی در واقع با این میشه 12 تا. موضوع اختلاس ران تنها امروز مطرح نیستش، در زمان خمینی 600 پرونده اختلاس مورد عفو قرار گرفت. میخوام بگم از همون دوران طلایی امام ما شاهد اختلاس هستیم. تو این بحث دوم سیاست های نئولیبرالیه. از سال 1963 تا 67 اقتصاد ایران دچار رکود شد. از پایان جنگ، یعنی از سال 1960 در پایان جنگ از سال 1968 تا 79 پای صندوق بین‌المللی پول در دوران رفسنجانی به ایران کشیده شد. یعنی اونا همینجوری هم نیومدن که، نه به خاطر اینکه در جنگ رفسنجانی پیروز شد، به نظر من این تحلیل غلطیه، به خاطر اینکه ایران یه بازار بزرگ بود و می‌خواستن این بازار رو در دست داشته باشن. به این دلیل صندوق بین‌المللی پول پاش باز شد. به تعبیر اقتصاددان‌های سیاست نئولیبرالی به هر حال در ایران پیروزی شد. اینم بهتون بگم که در این مورد بین تئوریسین‌ها اختلاف نظر وجود داره. مثلا مهداد وهابی معتقده که سیاست نئولیبرالیستی در ایران الان حاکم نیست و سیاست غارت و انباشت سرمایه حاکمه. ولی مهم نیست که تئوری ها چی میگن، مهم اینه که چه فشاری در قشر اقشار در واقع پایین و زحمتکش ایران وارد میشه و چجوری میشه این وضعیت رو عوض کرد.
به هر حال این سیاست های نئولیبرالیستی به مفهوم حاکمیت بازار، سیاست های خصوص سازی، سود سرشار به عنوان تنها ملاک سرمایه گذاری و کالایی شدن همه چیز از جمله آموزش و بهداشت. دستمزدها در نتیجه در این رابطه صعود میکنه. همون دورانی که در واقع رفسنجانی بهش میگه تعدیل اقتصادی، دستمزدها صعود میکنه و شاهد شورش‌های اجتماعی مثلا در اسلام شهر و عراق هستیم. یکی از عوارض این سیاست‌ها افزایش وارداته، یعنی واردات از 15% به 30% افزایش پیدا میکنه، مصرف‌گرایی به شدت رشد میکنه، صنایع تولیدی و صنعتی افت میکنن و خصوصی سازی به معنای مافیایی شکل میگیره. فقط براتون مثال میذارم که اطراف شیراز 400 کارخونه که کالاهای مثلا یخچال و تولید اینجوری تولید میکنن، اینا تعطیل میشن. اقتصاد رانتی و دلالی در واقع جایگزین صنعت میشه. نتیجه این سیاست اینه که خط فقر به 10 میلیون میرسه. میزان خط فقر از 96 تا 1998 دو برابر میشه، در حالی که کارگران حقوق کارگران در خوشبینانه ترین حالت 3 میلیون تومانه. به این دلیل که ما شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگر در همه شهرها هستیم که عملا اینها یکی از پتانسیل حرکت و موتور اصلی برای دگرگونی آینده در ایران خواهند بود. دوم، مسئله دین به عنوان عامل بازدارنده. بر طبق آمار دولتی در سال 1357، یعنی با جمعیت اون زمان تو مقطع انقلاب که 36 میلیون ما جمعیت داشتیم، میزان مساجد کشور 27 هزار تا بوده. بعد از 4 دهه با جمعیت امروزمون، یعنی جمعیت 80 میلیونی، ما بیش از 80 هزار مسجد در ایران داریم، یعنی رشد 3 برابری. جالبه که بدونیم با توجه به اینکه در تهران 18% جمعیت کشور زندگی میکنن، ما تنها 5% مساجد در تهران فعالن، یعنی 3500 تا. این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ به ما نشون میده که با توجه به اینکه در تهران تمرکز خدمات، تجارت و شهرنشینی مدرن وجود داره، میتونیم ادعا کنیم که ارزش‌ها و تمایز مذهبی در این شهر کمتره، برعکس اون صحبتی که دوستان میکردن. اگر بخوایم پرشی تاریخی انجام بدیم و به گذشته برگردیم، تیمورتاش همراه سیاسی رضاشاه که بعدا دستگیر و با آمپول هوا کشته شد، به شدت ضد مذهب بودش. در دوران رضا شاه برخی از مراسم مذهبی در مساجد ممنوع میشه، نوشیدن چای و خوردن شیرینی و سیگار کشیدن در مساجد ممنوع میشه، به خاطر اینکه میخواسته در واقع این فضا رو عوض بکنه و مردم وقت نشوشن زیاد وقتشون تو مساجد بگذرونن. رضا شاه سعی کرد منابع مالی روحانیت و حوزه‌های علمی رو به زیر چتر دولت در بیاره. تو پرانتز بگم، مخالفت او اصولا با آخوندا حاصل این شعاریه که گاهی در خیابان‌های ایران شنیده میشه: رضا شاه روحت شد. با این حال پس از اشغال ایران، دوران محمد رضا شاه، ما با گسترش مساجد از یک سو، رشد مدرنیزاسیون از سوی دیگر، سرکوب ملی‌گراها، چپ و کمونیست‌ها پس از کودتای 28 مرداد رو ببستیم. اما اونچه در این مدت کوتاه روش دست بذارم، نه موضوع دین در میان شهروندان بلکه در میان روشنفکرانه. در این میان چند جریان فکری مذهبی وجود داره. یکی جریان علی شریعتی که از اسطوره‌های دینی اسطوره‌های انقلابی میسازه. دوم، گفتمان ضد غربی که تبلور اون در کتاب غرب‌زدگی نوشته آل احمده. لغت غرب‌زدگی رو آل احمد از احمد سردید گرفت. این گفتمان مذهبی ضد غربی خودش رو طرفدار هایدگر فیلسوف آلمانی و بر ضد مدرنیته معرفی میکنه. این بازگشت به گذشته و روستا ضد مدرنیته حتی در ادبیات و هنر ما پژواک داره. به نظر من این دو جریان فکری مذهبی در میان طبقه متوسط به مطالبه طلبی سیاسی با روپوش مذهبی بسیار کمک کرد. حالا من به جریاناتی مثل حجتیه یا بازرگان به عنوان جریان مذهبی تاثیرگذارشون نکردم. در طی 2 دهه سرکوب احزاب، روزنامه‌ها، اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها تنها مساجد بودند که در مقطع انقلاب محل سازماندهی شامل. به نظر من این یکی از عواملی بود، تاکید می‌کنم تنها یکی از عواملی بود که نیروهای مذهبی خودشون رو تونستن به جنبش تحمیل کنن. حالا اگه بخوام این قسمت رو جمع کنم و دوباره به شرایط فعلی برگردم، بعد بگم عزاداری مذهب حوزه علمی به مثابه نهاد به عنوان یک صنعت پولساز در اومدن
به هیچ وجه اینجوری نیستش که مردم خیلی مذهبی هست. نه، این شده یک صنعت. طرف میره مثلا عزاداری میکنه در اون موسیقی پاپ اگه شما بشنویم. تصور من که شهروندان مذهبی تر از پیش از انقلاب 50 شدن، برعکس شهروندان معمولی خشمگین از شرایط زیستی سخت در تقابل با ارزش‌های حاکمیت و گفتمان غالب حکومت ضد مذهب شدن. بعضی رو میشه به عنوان یک پتانسیل برای آینده نگاه کرد. به نظرم بیشتر نهادهای مذهبی، تاکید میکنم نهادها، به خاطر حمایت‌های مالی حکومت قوی شدند و این فراز در صورت برآمدن یک حرکت جدی براندازی یا حکومت سکولار میتونه به شدت ریزش بکنه، همونجور که دیدیم در زمان رضاشاه اتفاق افتاد. سومین کاری بحثم مربوط به حاشیه نشینی به عنوان پتانسیل انقلابی یا ارتجاعیه. دفعه پیش در این مورد چنشین صحبت کردیم. اساسا بیجایی حاشیه‌نشینی حاصل رشد ناموزون در کشورهای سرمایه‌داریه. حتی در کشورهای پیشرفته در پیش و به ویژه در پسا کرونا این پدیده در کلان شهرها بسیار افزایش پیدا کرده. شما اگه تو کشورهای دوستقر مثلا نیویورک، حتی مثلا برلین، اینا میبینیم که شما کشور این پدیده به شدت گسترش پیدا کرده. در کشورهای در حال توسعه، حالا توی گیومه، رشد حاشیه نشینی به شدت گسترش پیدا کرده. در ایران خود ما در مقطع 57 میلیون حاشیه نشین داشتیم. کپرنشینا، زاغنشینا، حلبی آوازهای اطراف تهران شد برخی فراموش کردن و فکر کنن که تو مقطع 57 همیشه گل بول بول بود. خوبینی به نظر من از این زاویه باهوش بود و متوجه شد که با طبقه متوسط نمیتونه تا آخر بره. بنابراین شروع کردن متوسط شدن به حاشیه‌نشینی و طبقات فرودست، آریه گرفتن مثلا واژگانی مثل مستضعفین، تابوتیا، تاکید بر نیروی اونها نشون از این تفکر داره. آمار حاشیه‌نشینی در ایران امروز 20 میلیون نفر تخمین میزنن. وجود خشکسالی و بی‌آبی هم حاشیه‌نشین در اطراف کلان شهرها مثل اهواز و اصفهان و مشهد افزایش شده. خود سدسازی‌ها نه تنها در ایران بلکه در کشور دیگر هم موجب کوچاندن جمعیت و ایجاد موج حاشیه‌نشینی در کناره‌های شهرهای بزرگ شده. این جمعیت به دلیل بیکاری یا داشتن کارهای نیمه وقت و عدم تکل هم میتونن کاملا در خدمت یک نیروی ارتجایی در تقابل با دگرگونی قرار بگن، یا تشکل و در پیوند با یک نیروی مترقی میتونن در خدمت انقلاب قرار بگن. به نظر من به دلیل جمعیت فشرده این قشر کشور ما میتونه یکی از عوامل مهم برای سرنوشت دگرگونی آینده ایران باشه، چون هم آمادگی برای فاشیسم داره و هم برای درگیر شدن با یک نیروی مترقی، یعنی در واقع همراه شدن با یک نیروی مترقی، با یک نیروی مترقی آزادی خواه و عدالت خواه. اعتراضات دیماه 96 و آبان 97 از زاویه شرکت این گروه در اعتراضات به نظر من نقطه عطف محسوب میشه. اینا برای اولین بار از حکومت به طور وسیع کنده شدن، به طوری که خامنه‌ای مجبور شد به باز تعریف کلمه مستضعفین بپردازه. زحمتکشانی که چیز برای از دست و به این دلیل سرکوب بسیار خونین و در سکوتی مرگبار با قطع کامل اینترنت شدن. توجه داشته باشین دوستان رفقا، کشته های این گروه بسیار کمتر از کشته های سال 88 در رسانه ها شناخته شد و اساسا مورد شناسایی قرار گرفت، به دلیل که برعکس طبقه متوسط اساسا دسترسی این گروه با رسانه ها به شدت کمه، حتی اصلا بین الملل هم مشکل داشت. بحث چهارم من کانون چهارم بحثم راجع به نیروهای نظامی به مثابه سرکوب، یعنی سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات. بعد از سال 88، یعنی جنبشی که مثلا خیزشی که در سال 88 اتفاق افتاد، سازمان سپاه به وجود اومد که کار اطلاعاتی میکنه مثل وزارت اطلاعات که در همه کشورها وجود داره و این دوتا گاهی کارهای موازی هم میکنن. حالا بحثش اینجا نیست، خیلی موازی کاری و به اصطلاح کارهای کلان که همدیگرم افشای کنن. دو، حفاظت اطلاعات سپاه. این فرق میکنه با سازمان اطلاعات سپاه. حفاظت اطلاعات سپاه وظیفه‌اش حفظ اطلاعات در داخل خود سپاه مثل گرایشات مختلف و فتنه و غیره. و سومی سازمان حفاظت امنیته که بیشتر کارش امنیتیه تا اطلاعاتی، که حفاظت افراد حکومتی رو بجز رهبری به عهده داره.
فرمانده سپاه ولیعهد مسئولیت جان خامنه ای رو به عهده داره. اون چیزی که جالبه اینه که بدونین بودجه 5 نهاد نظامی از جمله ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، نیروهای انتظامی که به ناجا معروفن، وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، همگی شد بودجهاشون در سال 1399 نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده. بیشترین میزان افزایش هم نیروهای انتظامی داشتن که از 11000 به 17000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که تصور من برای اینه که به خاطر سرکوب و جلوگیری از شورش‌های شهریه. در این میان باید به لباس شخصی ها هم اشاره کنم که نقش تعیین کننده در سرکوب شهری دارن. یکی دیگه از اینهای سرکوب بسیجه که از ابتدای انقلاب به صورت غیر رسمی وجود داشت و از سال 60 ادغام بسیج مستضعفین در سپاه صورت میگیره. از فعالیت‌های بسیج برقراری امنیت شهرها و همکاری با نیروهای انتظامی و امنیتیه. تعریف دیگری که برای بسیج شده جبهه دوم نامیده میشه که در رأس اون ایجاد امنیت در مناطق ناامن مثل کردستانه. در جمهوری اسلامی در مجموع 16 نهاد اطلاعاتی به طور رسمی تعریف شده ولی سرکوب به صورت چند لایه‌ای عمل می‌کنه، یعنی نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و تبلیغاتی. بنابراین موج دستگیری کارگری و مدنی و دانش و محیط زیستی و زنان با این نیروها صورت میگیره. وقتی شورش‌های خیابانی رخ میده نیروهای انتظامی در 4 سطح عمل میکنن. اول نیروهای انتظامی عادی به میدون میان، دوم اگه نشد نتونستن اونا به صلاح آروم بکنن یگان ویژه ناجا، سطح سوم نیروهای فعال پایگاه بسیج و مساجد که به صورت نفوذی عمل میکنن، یعنی میرن توی تظاهر کننده ها توشون نفوذ میکنن و از اونجا اطلاعات میرسن. در سطح چهارم سپاه پاسداران از جمله گردان های امنیتی امام علی وارد صحنه میشن. در مورد اعتراضات خوزستان شاهد مشارکت این گروه آخر هم بودیم. در سال 88 مثلا قرارگاه سارالله سپاه برای سرکوب وارد شد. این نیروها با اینکه به صورت مشخص در جهت بازدارندگی انقلاب عمل میکنن ولی در سالهای اخیر به ویژه از دیماه 96 به شدت در بدنه خودشون دچار ریزش شدن. در میان فرمانده‌هاشون به خاطر راندخاری و رقابت‌های مالی و سیاسی اختلاف وجود داره. بخشی از بدنه که از خانواده‌های فقیر و زحمتکش هستن میتونن به عنوان پتانسیل یک دگرگونی اجتماعی عمل بکنن، به ویژه که در خیابان در موقع درگیری مورد خطاب شهروندان و از جمله زنان قرار میگیرن که نمونه‌هاش احتمالاً تو ویدیوها دیدید. میزان اختلاف زمانی که در روند اعتراض‌ها وجود داره کمتر شده و ما شاهد اعتراضات خشن‌تر به خاطر اعمال قدرت و خشونت حکومت هستیم. در اعتراضات آبان اخیر هم دیده شده که برخی با کوکتل مولوتوف به درگیری با نیروهای انتظامی پرداختن. قسمت آخر بحث من راجع به سازماندهی پل مبارزات صنفی کارگری معلمان بازنشستگان داشتم و آلترناتیوهای سیاسی نقش رسانه‌ها در بازتاب مبارزاته. من در واقع فکر میکنم که بسیاری از کسانی که در ایران هستن از سازمان‌های سیاسی بریدن، در نتیجه ما باید فکر آلترناتیوهای دیگه‌ای باشیم، آلترناتیوهایی که در داخل ایران هستن و رشد می‌کنن. من فکر می‌کنم بزرگترین مشکل ما در راه برآمد یک حرکت به اصطلاح دگرگون ساز و انقلابی درست همینجاست. همونطور که ماکس میگه تغییرات خود به خود اتفاق نمی‌افته. اگر آگاهی طبقاتی تبدیل به نیروی اجتماعی نشه امکان جابجایی قدرت به صورت خود به خودی وجود نداره. خب مهمترین عامل عدم سازماندهی مستقل در ایرانه به خاطر سرکوبا. با این وجود ما شاهد رشد سازماندهی صنفی هستیم که در یک به هم خوردگی و آشفتگی شرایط موجود به سرعت میتونن تبدیل به تشکل‌های سیاسی و مبارزاتی بشن. ببینید این تشکل‌ها الان صنفی هستن ولی میتونن تو شرایط دگرگونی به صورت تبدیل بشن به یک جریانات سیاسی و مبارزاتی. خب همه میدونیم که در پیوند با کارگران تشکل ثابتی وجود داره، مثلا کارگران هفت تپه، سندیکای رانندگان اتوبوسرانی و تهران عمومی، شورای هماهنگی خبازان، خب لیستش طولانیه. در مورد این ببخشن در تمام هم ما کانون صنفی معلمان داریم، اتحادیه شورای صنفی معلمان داریم. یعنی میخوام بگم این تشکلات به صورت بالقوه در ایران وجود دارن، منتها خواستها فقط صنفیست و تصور من این برای خواستها تو این مقطع به خاطر سرکوب شدید میتونه تنها صنفی باشه. من معتقدم این پتانسیل بالقوه هست
که در صورت به هم ریختگی شاید میتونه به سرعت بالفعل سیاسی بشه. یه عامل دیگه هم که میخوام روش دست بذارم نقش رسانه‌هاست، هم شبکه‌های اجتماعی که در سطح خرد عمل میکنن و هم رسانه‌های مسلط و کلان که عملا در اطلاع رسانی به ویژه زمان سرکوب نقش اساسی دارن. یک نیروی بازدارنده دیگه که در میان اپوزیسیون داخل خارج وجود داره، چون من یک دوره در مورد اتحادیه کارگری هم کار میکردم، دیدم که این آرزه واقعا و متاسفانه در همه جا هست و اون هم کیش شخصیت، منیت، حسادت، منافع طلبی، سکتوریسم، نفی دیگران که واقعا اینا آفت اپوزیسیونه. امروز شما مثلا دعوای موسوی و مصداقی در مورد پرونده نوری که بزرگترین دادگاه برای جنایت در ایران ببینید. نکته دیگه سیاه نمایی که نیازی به اون نیست و به جمعه شما ضربه میزنه، مثلا که بگیم 30,000 نفر اعدام شدن در که مثلا 5,000 نفر اعدام شدن. در بسیار از روستاهای ایران امروز برق و لوله کشی وجود داره، منتها آب در لوله ها نیست به خاطر سیاست های ناکارآمد حکومت که این هزینه رو هم به خانواده ها تامین کرده. علاوه بر وجود همه کاستی ها به نظرم پتانسیل حرکت به سوی دگرگونی های اساسی و انقلاب وجود داره. این آگاهی برای عدالت اجتماعی، آزادی حقوق کارگران، زنان، اقلیت‌های مذهبی قومی و دیگر باشه بیش از هر زمان دیگری به نظر من اکنون وجود داره. بیشتر رسیدن به ساختمان سوسیالیسم راهیست پر از سنگلاخ که نیاز به اراده سیاسی و سازماندهی داره و اینکه دوران گذار به صنعتی شدن و سوسیالیسم چه ساختاری خواهد داشت موضوع نشست دیگری است. سپاس از همه شما لطفا. دوست عزیز پنتها بهرامی، زنده باشین، خسته نباشین. در اینجا یه وقفه دوستان میگیریم و بعد از اون از دوستمون فکر میکنم که من در پویان عزیز فکر کنم شما شخص بعدی هستین که صحبت خواهیم کرد. متشکرم پنتها جان، من قطع میکنم، امیدوارم که شما صدا رو از پلتاک داشته باشین.